صبحیشم بدونم فرصت بودن تو بودی همه دنیا به خواد و تو بگیرم نخواد و تو بگیر آره تمومه همین که اول و آخر تو هستی محتاج تو محتاجی آرومه پریشونه چه چیزا که نبودم دیگه میخوام پریشونه تو باشم توی که زندگیم و آبروم باید هم لحظه مدیونه تو باشم فقط تو میتونی کاری کنی که دلم از این همه حسرت شداشه به تنهای ترسم تنهای تنها اگه دستم تو دست تو نباشه فرشته و زینت رو میبینی؟ این دوتا مهمون نشستن دل میدن قلبه میگیرن بلشون کن چی کارشون داری حسن؟ با آبجی این همه کار سرمون ریخت آخه فرشته خانوم زینت جون یه دقیقه تشریف میارین تو بریم اصلا بدون یه دقیقه نشستیم همش تقصیر این کوکب بلا گرفته است ما رو کشید به هم نه چش نداره ببینی یه دقیقه ما داریم استراحت میکنیم زینت جون یعنی چی؟ حالا میبینیم جونم ازم جون کار داشتی؟ بله بی خود نگفتن همسایه ها یاری کنن تا من شوهر داری کنم که یه عالمه کار رو زمین مونده خب حالا بفرمیم چی کار باید بکنیم شاکر آج آقا به به آقا محمد باقر گل خیلی مخلص حقا که علال زده بر منکرش لعنت چه تو مگه آجی پیش پات بی بی زنی زن آخه منم پیش پیش آماده کردم که محتلا چی دست در نکنه خواهش بکنم خسته نباشه آرزو دست در نکنه حساب شده دیگه آجی ها بابا خدا بیامرزم به آقا خدا بیامرزه شینه میفروش حالا من به شما میفروشم شاید هم فصل پسرم به پسر شما شینه بفروشه اونا که با هم اختلاف سایی پیدا نکرده ما هم نمیکنم اما معلوم نیست پسرمون اختلاف پیدا نکنه آجی نمیکنن انشالله راستی قرار بود محمد حسن به سراغ شیرینی ها چی شد محمد حسن اگه میومد جعبه شیرینی خالیش میرفت خونه دست در نکن آقا رضا خدا حافظ شما خدا حافظ سلام برسین آقا سلام برسین سلام عمو جان دیر که نکردم نه به موقع اومدی به
بفرمایید. قرصاتون رو برداشتین؟ ای داد. فراموش کردین. کجاست من برم بیارم؟ آدمایی به سن و سال ما با قرص و کپسول زندن. من ممکنه یادشون بره. آخه یه دفعه گفتین ای داد بیداد، گفتم شاید جا گذاشته. ای داد بیداد از پیری. داشتی همین روز داشت که اعلامیه تحریمونو به چسبونم به دیوار. خدا نکنه این حرفا چیه همونجا. اجازه بده اونجوری در باز نمیشه. اجازه بدین. خوبه. چی خوب آقامو؟ خوبه که خانواده فامیل هر از چنگاهی یه شبچره مختصری بگیرم به یه بهانه دور هم جمع شن. هم سله ارهامه، همه اینکه خانواده یه چند ساعتی دور هم میگن و میخندن و دلشون وا میشه. گله هم اگه باشه رو هم تلمبار نمیشه که بشه کینه و کدورت. از قدیم گفتن گلگیات به سرم عروسیه پسرم. محمد حسن به این شبچره ها میگه تفریحات سالم. خدا بهش سلامتی بده. قلبش چطوره؟ همونطوریه، فرقی نکرده. قلب مثل کاسه چینی میمونه، کافیه فقط ترک برداره. دوتا از رگاش گرفته، خودش هم این خیالش نیست. زیر بار عمل هم که نمیره. یکا شما باشه صحبتی بکنید و حرف شما گوش میکنه. صحبت کردم، منتظره. منتظر چی؟ منتظر عروسی تو و محمد امیره. میترسه خدای نکرده زیر عمل طورش میشه. خدا نکنه. خب پس امشب محمد امیرم از جرگه اهل صفا میره تو جرگه اهل وفا. خب سلامتی. خیره. تا دیروز همبازی دختر عمه بود، دیدیم یه علاقه ما بینشون هست، گفتیم با اجازه شما تا یابو ورشون نداشته یه فکری به حالشون بکنیم. دور زمانه یه طوری شده که اگه قرار باشه جوونا به گناه نیفتن باید بزرگترها به فکرشون باشن. خدا خیرت بده عمو. این خانواده رو ستونی وایساده که تو پیش و ریختی و نگهش داشتی. من که کاره ای نیستم عمو جان. اول خدا، بعدش هم کمک و راهنمایی شما بزرگترا. هر کلمه شما یه گنجه. پشت سرتون هم گفتم خدا بیامرزه زنم رو. چه کیفی میبرده از حرف زدن با شما و این حال و هوا. حال و هوای من الان دیگه نرگسه. خب هر سنی به مقتضای خودش یه عشقی داره. عشق به ساز، عشق به قناری، عشق به قلم نقاشی و بوم و رنگ. این مهمه که تو عاشق کی و چی باشی، اما مهمتر از اون اینه که عاشق باشی. زندگی بدون عشق مثل سجاده بدون تسبیحه. من الان صبح از خواب پا میشم میگم بسم الله، تا نبینم نرگس سرحاله واقعا سرحال نمیشه. زنم و این دیگه از کی تو خونه شما بوده؟ این اول که انقدی نبود، یه دیگه مسی کوچیک بود تو سمنو پخته. الان بیشتر از 40 ساله که تو این خونه سمنو پخته میشه. نظر پدر آسد یوسف خدا بیامرزه. همینجور که خونه باده بزرگتر شدن این دیگه هم بزرگتر کردیم. حالا دیگه امسال باید به داداشی بگیم یه دیگه بزرگتر سفارش بده. تو و نیلوفرم اضافه شدیم چند کیلو گندم باید بهش اضافه کنم. داداشی اومد. از کجا بدونی داداشی شیطان؟ سلام. شما چرا زحمت کشیدید؟ سلام آقا جون. بفرمایید. سلام دختر گلم. قرصاتونو؟ قرصام آوردم، دوتا مزافه آوردم که یهو کم نکنم. نگران نباشید. میدونستم یادتون نمیره. آره حتما، برای همین به دادشی سفارش کردم. بفرمایید.
دست شما درد نکنه. سلام آقامو. سلام زن داداش. مگه چطور بشه شما از خونت بر بیه؟ ما دیگه جامون رو رفتیم زن داداش. برای ما دیگه جایی بهتر از گوشه خونه پیدا نمیشه الا چی؟ یه جا. بابا بابا بیا ببینی کی اومده؟ بیا بابا مخلص آقامو. آقا خوش اومدی. نورانی کردی. سلامتی آقامو بلند صلوات بفرست. الله اکبر. الله اکبر. عزیزم بفرمایید. محمد امیر کجاست مادر؟ فرستادمش به یه کاری، هنوز نیومده. دل با پسر. دل با پسر چی؟ محمد امیر که دیگه بچه نیست. ماشاءالله امروز فردا قرار داماد بشه. میدونم مادر، ولی خب برم یه تلفن بزنم ببینم بچه‌م کجا مونده. خب بیا همینجا بزن. بفرمایید. مادر من با این بلد نیستم صحبت کنم. نگه اگه زحمتی نیست یه چایی واسه داداشی بریز. تازه دم خودم دم کردم. قربون دست. چشم. من چای نمیخورم، زحمت نکشین. باشه نرگس خانم. بله میخواستم بگم. میخواستیم بگین کار روزمی مونده زیاد دارین تا بعد ببینیم چی میشه. نه نه؟ یعنی اون وقتم نه؟ وقتی که دیگه هیچ کاری نداشتی؟ داری تیکه میندازی؟ شوخی کردم. میخواستم بگم دیگه تمام. حالا نوبت ماست. نمیدونم این سالا رو چجوری تحمل کردی. سخت ولی گذشت. داداشی شما نمیان جات خیلی خالی ها. اومدم داداش. باشه. این محمد حسن هم مجلس گرم کنی ها. وقتی نیست جاش خیلی خالیه. امشب جای داداشم خالیه. میگم خالیه اما مطمئنم همینجا کنار یکی از شما نشسته و شاهد این پیوند مبارک. حالا محمد امیر امرو جان بیا اینجا کنار من بشین. باشه باشه که شطور وقتت پشت دنه. برو مادر. باشه داداش. حالا نیلوفر خانم هم بیاد اینجا کنار من بشینه. من صیغه محرمیت رو برای شما جاری میکنم تا انشالله عقد رسمی و یکی دو سال دیگه عروسی. یکی دو سال دیگه همون. اما هواتو داره ها. فرصت استراحت بهت داده. استفاده کن. اه فرصت استراحت میخوای؟ باشه. والا به ما که این فرصت رو نده. اه کاظم جو خب فرق خودی و غریبه همینه دیگه. همه جا پارتی بازی بخور. بله نه ترس مادر جو انشالله گوشیتون کرد به همین زودی ها. بفرمین آقام. بفرمین. بسم الله الرحمن الرحیم. آقا هاشیدر اومدم. اومدم هاشیدر. شمایی؟ آره خودم. شما؟ من پیکم براتون غذا فرستادم. دانشی؟ نه خیر آقا لطفی خودشه. دو تا غذاست. یکیش مال آمیرزاست. خب
بده بهش میدم. قربون دست. یال سلامت. نسیمه گل شور تو به سر دارم، در فصل خوش رویش آغاز دگر دارم، در شهر افق شبها از دامن کوکبها پرواز فلک آسا بر بام سحر دارم. ای بحر صفا خیزم، من قطره ناچیزم، بر پای تو میریزم چندان که کجایی؟ قاعده رسی؟ نصف شبی زده به کلتا نه به جونه تو، راست میگم. ببین داداشی فرستاده. از کجا فهمیدی؟ اخلاقشه، سروساتی که باشه ما رو بی نصیب نمیذاره. اتفاقا موقع رفتنه این سپر که چیزی نخورم. تو که چیزی نخوردی؟ نه. پس بریم پایین که دوره هم بیشتر بچسبه. تو بیا، چاییم هم آماده است. بیا. ناسلامتی ما نگهبان این قصری ما. خیلی خوب، برو من اینا جمع میکنم. برو زود بیا که از دهن نیفته. باشه. دوباره گشت 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 یه دونه استخون دارم. اون تا من تو شکم نفهمیدم اون استخون گردن بود یا رون بود، نفهمیدم دیگه. جلو خودم نتونستم بگم. بودم ما گردن جان، این چه جور مرغیه سه تا گردن داره یه پا؟ محمد حسن هم خوب میتونه سر هم بچینه ها. حالا خوبه هفت روز هفته رو خونه مادر زن تسی آقا. نه بی بی جان، آقا یادشون رفته چقدر دست پخت مامانم تعریف میکردن. با آقا ترسم بود، میترسیدم عزیز من، نمیتونستم تعریف نکنم. آبم به میداد میگونم به بچه آب خوشتمی. خوب دور برداشتی ها داداش محمد حسن. بیا بابا شام بدین، گشتگی دارم میبینم. شام چی شد؟ الان میرم میکشم مادر. شرطم آخ چون شام باری از سال قطعی برگشته. عیسم از قطعی برگشتم دیگه. من خونه بی بی میام شام میخورم. خونه نهایتش سکون است. آقا محمد حسن این دستش نمی که نمک نداره. الهی کنه آره آماده است؟ حاضر. دم کشیده آماده است. بفرم عباس علی کن دیگه بازا زمین. بله کنیم. نه نه نمیخواد مادر جان. نمیخواد میکشه. بله بله. بفرمین عزم جان تو نونا رو ببر تو. چشم. خدا برکتش شده. خدا برکتش شده. به به. اشرف خانم یاد بگیر. شیبید باقالی رو نگاه. اینو این مال منه دیگه ها. ببر تو مادر. آه تو دارم. برو برو خوش باش محمد حسن. برو. بفرمین. بده من این سنگینه. اینجای تو؟ کمک نمیخوای؟ چرا این یخا خیلی سفت دارن؟ اصلا نمیشکنه. غلط کرده نمیشکنه، اما خورده خاک شیرش میکنه. محمد امیر چی کار میکنی؟ خوردشون کردی؟ گفتم بهت که حرف مردیه کیه، بعد سر تنو درستش میکنم. نیلوفر؟ بله. بی بی بهت گفت؟ چیو؟ که چه خوابایی برامون دیده؟ آره گفت. خدا به خاطر یکی دو ماه دیگه میریم سر خونه زندگی خودم. Thank you.
اسی بگم نیلوفر. بگو. اگه دنیا رو کوچیک کنم بریزم توی نلبکی، یه اتاق قده یه قربیل، یه سفره قده یه دستمال، ولی یه دل قده یه دنیا، قبولش میکنی؟ بله. داداش چی بود چی کرد؟ هیچی، یه دونه پارچ بود، یه غذابلایی بود رفت شد. اه اکی ایتالا غذابلا رفت کن شدی؟ بلا داداش اون غذابلا نیست، بلاست، غذا بود که میخوردیم دیگه. سر به سر بچه هم نذار محمد حسن. تو چرا داری تعدیق های چرب و چیلی رو میخوری؟ مگه تو پرهیز نیستی؟ نگاه کنم بیبی، خب گشنمه دیگه. مادر جان غذا سر چراغه، یه دقیقه دندون سر جگر بذار. آها آمد. مادر اینو بده محمد حسن. دیدی؟ از شما درد نکنه بیبی جان. خودت هم بشین، سر پیش از دهن میفته ها. میام مادر، کار دارم یکمی. آمد اصلا، شما که ماشالله منجمد هم باشه، دهنت نمیفته، چه حرفی میزنی؟ نه اینکه دهن شما میفته. صبر کن آقا، عموز دعای سفره رو بخونه. بفهمه عمو جان. الهی به حقانیت خودت هیچ سفره ای رو بی قوت و غذا نذار. الهی آمین. اجازه بده عمو جان، اگه اجازه بدیم من یه دعایی رو حاضر کردم. ادامه دعا. الهی سفره رو سفره نشینانش رو از بلا دور بفرما. الهی آمین. اجازه بده دارم دعا میگم، هنوز تو دعای تو دهنمه. تموم نشد. نه ادامه. الهی، الهی دست پزنده، پای آورنده، دندون خورنده رو از بلا دور بفرما. الهی آمین. بسم الله بفرما. اجازه بده اول بزرگتر. میدونم آمام هم دستم عملی بفرما. جلو ما بفرما داداش. چی کار داری میکنی کازم؟ با تقصیر اینه دیگه، همه چه قلبه ده قلبه در انداخته. داشته تکون بخور بیا خودت ورداره دیگه، شهر درست میکنی. با این دیس پلوی که محمد حسن خورده فکر نمیکنم بتونه تکون بخوره. از من بگو ماشالله به این اجده ها. ماشالله به این اجده ها. داشته ماشالله نگفته داری منفجر میشی. داشته من دارم، بده من، من دارم برای آتیم ذخیره میکنم. بسه دیگه، از این شوخی ها با هم نکنی. یه وقت دیدیم خدای نکرده شوخی شوخی هم دیگر چشم زدین. چشم بخوره بیبی جون؟ من دستم؟ من که چشمم آب نمیخوره. خب داداشی، ما صبحات بریم سر کار، چشمون پر خوابه، اگه اجازه بدی کم کم بریم. یه چند دقیقه دیگه صبر کن. با اجازه آقا عمو، من چهار تا کلم حرف دارم که گفتم همه فامیل شاهد باشن بهتره. همه فامیل یعنی داداشام، زن داداشا، خواهرام، شوهر خواهرا، آقا عمو که بزرگ خانواده است، عمه بتول، بیبی که ایشالله خدا صد سال عمر با عزت بهش بده انشالله. حالا تو زندگی مردم یه اتفاقایی میفته که آدم حیرون میمونه. خانواده و فامیلی که این دونه های زنجیر به هم وصلن، توپ داغونشون نمیکنه، یه ها میبینی اصلا پاچیده، هر کدومشون یه طرفی افتادن، هیچکی از هیچکی خبر نداره. الحمدلله از این اتفاقای ناجور برای ما نیفتاده. گیرم که خیلی از زورشون رو زدن، هر جور شده تخم نفاق و بین ما بپاشن و نتونستن. خدا رو شکر. خدر صد هزار بده. الحمدلله. صد دفعه هم سرشون خورده به سنگ، بازم ول نمی‌کنن. البته اونا ارز خود می‌برن و زحمت ما می‌دارن، ولی خب ما هم باید همیشه حواسمون شش دم جمع باشه. همیشه خناسای پیدا میشن. قرار داد این شب چهره برمیگرده به محمد امیر. امروز داداش کوچیکمون
یعنی آخرین بچه خانواده‌ام تکلیفش روشن شد. برای سلامتی این دوتا تحتقاری های فامیل اون کف قشنگه رو بزنیم. تو این ساله بعد از فوت آقام خدا بیامرز، شکر خدا خواهر برادرها یکی یکی به عرصه رسیدن و سر و سامون گرفتن. تو کارگاه پشت به پشت هم دادیم، زندگی رو بریدیم رفتیم جلو. دو دهن کارگاهی هم که از آقام مونده بود هنوزم هست و انبار نخ و دوکمون شده. با همت هم چند تا کارگاه دیگه هم را انداختیم. خونه رو هم بزرگ کردیم. گوشه حیاتی خونه برای محمد باقر ساختیم. یه خونه هم از همسایه خریدیم انداختیم سر این خونه. برای داداش محمد حسن زن گرفتیم. آبجی اعظم، آبجی اشرف، خواهرها رو فرستادیم خونه بخت. الان همه صاحب خونه و زن و زندگی. خدا رو شکر. خدا عمرت بده مادر. ایشالله هرچه خاک آقات عمر تو باشه. الهی دست به خاکستر بزنی تلا بشه. من هر کاری کردم، کاری بوده که باید میکردم. هر برادر بزرگی باید برای خواهر و برادر کوچیکش بکنه. هیچ منتی هم سر هیچ کدومشون ندارم. اما ما منت داریم داداشی. هممون تا آخر عمر میتونستی بری دنبال زندگی خودت. گاهی هم بیایی با ما سری بزنی، کسی هم نمیتونست به تیرادی بگیره. اما شما مردتر زنی بودی که فکر خودت بشی، پدری کردی برام. ما هممون تا عم داریم ممنونتی. خدا سایه شما رو، بیبی رو، همه بزرگای فامیل از سر ما کم نکنه. اینجوری نگو داداش. قرض تا حالا هر کاری میکردیم، هر خرجی بابت خرید خونه ها و کارگاه ها شده همه رو نوشتم. توی این مدت برای همه بچه ها خونه خریدیم، اما به نام همه. هیچ کی هیچی به نام خودش تنها نیست، به نام همه است. یعنی همه برادرها و خواهرها و بیبی. داداشی این سالا واسه ما مثل برق باد گذشت، اما واسه شما هر روزش یه عمر طول کشید. یادتونه وقتی آقا جون به رحمت خدا رفت ما چی بودیم و الان چی هستیم؟ دم شما گرم. این حساب کتاب تموم خرج و مخارج عمده ایه که توی این سالا شده. همه رو نوشتم مو به مو. هر دفتر مربوط به دو ساله. آخر هر سالم امو علی محبت کرده، مهر کرده. امو علی تو جیکو بود که همه کارا تا به امروز بوده. درست امو؟ بله. اینا رو میسپارم به بیبی. هر کی خواست یه نگاهی بهش بندازه. بابت امشب با آقامو مشورت کردم. پسندید. گفتم حالا که قرار محمد امیرم به سر و سامون برسه، خوبه که میراث پدری رو بذاریم وسط و هر کسی سهم خودش رو ببره. اختیار داره مال خودش باشه، هر کاری دوست داره بکنه. این کار حکم خدا و پیغمبره. اینم از که پس فردا من افتادم و طوریم شد. دراجون دوشی، خدا نکنه. آدمی زاده دیگه، آدم هم آدمی بیشنی. داداش تو رو ارواح خاک آقام اینجوری حرف نزن، آدم هول برش میداره. چه وقت این حرف هست؟ بگذاریم. از فردا محمد امیر رو میفرستم بره سراغه کارهای انحصار و وراثت. یه مدتی قضیه طول میکشه تا رو به راه بشه. اما یه خواهشی دارم از همتون. خواهشی داداشی؟ شما جون بخوا. میگم اگه ما به اینجا رسیدیم، شکر خدا دستمون به دهنمون میرسه، به لطف خدا و همت هممون بوده و اون دو دهن کارگاهی که آقامون برامون به ارث گذاشته، که حالا چند تا کارگاه درست حسابی شده و نصف یه طبقه یه پاساژ آبرومند رو گرفته. خدا رو شکر. ما به نسبت سهمی که هر کس از میراث میبره اموالو تقسیم میکنیم. اما ازتون میخوام کارگاه همینطوری که تا امروز بوده به اسم هممون باشه، همه با هم مالکش باشیم. از قبل اون کارگاه که زندگی ما میچرخه و 10 تا خانواده دیگه هم نون میخورن. پس دست به ترکیبش نزنیم. البته زور و فشاری نیست. بهش فکر کنید. اگه موافق بودید که علی یارتون. اگرم موافق نبودید بازم علی یارتون. سرتون رو درد بردم. باقیش با شما. داداشی همه چیز گفت الا یه چیز. چی؟ از آقاتون خونه برس مونده؟ درست. کارگاهی مونده؟ درست. و
ولی اونچه که از همه این وزوریات مهمتره، داداشی یادش رفت که بگه همین جرگه که اینجا نشسته، عینهوی زنجیر، هر کدومتون یه حلقه از این زنجیرید که جوری به هم چفت شدید که انشالله هیچ کس هیچ چیز نمیتونه جارتون کنه. ارث پدری کوه باشه، پاش بشینی خورده میشه میره به گارش. میراث واقعی آقاتون اینه که هر چی جلوتر برید زنجیرتون استقصدارتر و محکمتر میشه. اسیه ای که آقاتون دست داداشی سپرده، نه اون داده هنه مغازه بود، نه یه خونه زندگی، همین زنجیر است که داداشی هم هر روز سیغلش داد و ورزش آورد و محکمترش کرد. اینو حرمت بذاریم، اینو. کارگاه ما تو راسته بازار خودش تکه. خیلی ها که خودشون رقیب ما میدونن تک و دو میکنن که یه جوری از هم بپاچوننش، که زیر پامونو خالی کنن، ولی نتونستم. تا حالا که نتونستم. از این به بعدم نمیتونم دادش. تو شما رو داری ما زمین نمیخوریم، بس اینکه ما انگشته یه دستی، کسی هم بخواد جرمون در بیاد یه مش میشیم جلوش وای میسیم. تا وقتی هم اینجوریه کسی حریف ما نمیتونه بشه. بله دادش، جریان این که گفتی چیه؟ چی؟ همین که چی بود؟ انحصار وراثت. آره، این یعنی چی؟ این یعنی که ما باید به دولت اعلام کنیم که آقام چه مال و اموالی داره و میراث براش کیه. یعنی چی؟ من حسن شاید یکی پیدا بشه یه ادعایی بکنه. مثلا چه ادعایی؟ حسول دی میپرسی؟ اه داداشت کم طاقتی ها؟ جای داداشی بودی چیکار میکردی؟ فهمیدی منظور داداشی چی بود؟ پس چی؟ از اینکه هر کی خونش به نام خودش بشه؟ خب معلومه دیگه، خنگی خدا، یعنی خونه هایی که تا حالا به نام همه بوده به نام خودشون میشه. آها، یعنی خونه من که قدیه غربیله به نام اشرف میشه، بعد این خونه دنگال قدیمی که عین شمسال اماره میمونه مال داداشی؟ چی میخوای بگی کازم؟ قد حرف دور سعید نچرخون. هیچ بیبری.